اگه تو هم نمیدونی که استراتژی جدید حمله کردن تو فیفا 23 چیه، چجوری بتونی یه سانت خیلی خوب بکنی، یه حرکت خیلی سکسی از این گلای خوشگل که داری میبینی بزنی، این ویدیو یادت نره که حتما نگاه کنی، چون قراره مشکل گل نزدنت به حریف رو حل کنم برات. هلو گایز، چطور این بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم پاسه به پشت دفاع خیلی خوشگل بندازین، راحت گل بزنین و متای بازی براتون اومده. مثلا نمیدونم چرا این بازی بر نداشتن، برای اینکه این متای یاد بگیریم بدون معطلی. لذت ببرید. بچه ها تو سبکای جدید محتوایی که قراره تو چنل کار کنیم، قراره برم سراغ متاهای بازی، متاهایی که اینطوری بتونید یه سری پاسایی بدین که خیلی راحت درصد گل کردن موقعیتاتون رو خیلی بیشتر از قبل کنه. یعنی به نوعی اون حرکتای قوی و اوورپاوری که تو بازی هستش رو میخوام دونه دونهشون رو بهتون یاد بدم. امروز قراره بریم سراغ پاسایی که واقعا مسی تو فوتبال واقعی خیلی پشت دفاع تمیز میندازه و خب خیلی کاربرد داره براتون، برای موقعی که هافک دفاعی و هافکای خیلی خوبی دارین و عقب افتادین میخواین کامبک بزنید، حریفم خیلی تو پاتون نمیاد، اینطوری راحت میتونید دفاعشو از بین ببرید دیگه، خط دفاعش کامل نابود میشه. حالا بریم سراغ آموزش ببینیم چطوریه. حالا چه تایمای کاربرد داره؟ زمانی که دفاع حریفتون دقیقاً دم 18 قدم هستش، یه ذره عقب‌تر یا حتی توی خود 18 قدم هم اوکی، یعنی کاربرد داره که بتونید همچین سانتای انجام بدین. برای این کار نیازمون بازیکنی که بغل دست دفاع راست یا چپتونه، یعنی کاربرد بیشتر این حرکت اینه که توپو برسونید به سمت دفاع راست و چپتون یا آر ام ال متون. بچا پیشنهاد می‌کنم سعی کنید که هم توپو بیارید تو زمین حریف که یکم دفاعشون سطح خطمون دفاعی بیاد عقب‌تر و توپو همیشه برسونید به اون دفاع راست و چپا، خیلی بهتر. حالا کاری که انجام میدیم، میایم رو اون هافکی که نزدیک دفاع راست و چپمونه، یه نل یک میزنیم، اون شروع میکنه به دویدن سمت دروازه حریف. دقیقاً یه زمانبندی درست میکنیم، زمانی که رسید به خط آفساید دفاع حریف باید همون موقع توپو براش بفرستیم، یعنی ثبت میکنیم حالا الان وقتشه که یه دونه پاس براش بفرستیم و اون میمونه و یه درازه. البته بعضی موقعیت ها پیش میاد که خب یه ذره زمان برای که برسه، میتونید یه ذره دور و بر خودتون بچرخید، بازیکن اسکیل بزنید تا دقیقا زمانبندی درست شه. بعد از این که دیگه رسید دقیقا به خط آفساید دفاع حریف و شما هم دارید میرید به سمت گوشه حرکت میکنید، اون موقع است که وقتشه براش یه سانت خوشگل پشت دفاع حریف بفرستین. بچه ها اشتباه نگیرین، تو روبال نمیخوایم بندازیم و قراره که براش سانت بکنیم، یعنی اصلا مثلث و الیک نیستش و قراره با سانت که دو دونیم خونه خودش گردیم خیلی راحت زمان بندی تایمینگ درست پشت خط دفاعی حریف براش سانتو میکشیم و حالا اون میمونه و یه دروازه که یا میتونه مثل این موقعیت مثلا کاتبک کنه یا یعنی که راحت خودش میتونه بشوته. البته پیشنهاد میکنم بچه‌ها که حتما توی همچین موقعیتایی بگردید دنبال یاری که اومده روی دستتون. بیشتر اوقات مهاجمایی که داریم میان رو دستتون که بتونین یا کاتبک بهشون بدی یا پاس مستقیم، به راحتی شما میمونه یه دروازه، یعنی ریسکش نکنید که حتی خودتون هم بخواید بشورید. اگه موقعیت پاس داشتید حتما بهش پاس بدید. بچه ها نکته آخر این که حتما مطمئن باشید حریفی که جلوش دارین بازی میکنین توی سویچ کردن بین دفاعش مشکل داره یا دفاع بسیار ضعیفی داره. برای انجام دادنش هم حتما دفاع راست و چپای با پاسینگ بالا استفاده کنید، سی دی امای که هم سرعت خیلی بالایی داشته باشن و همین که بتونن شوتای خیلی خوبی بزنن. بچه ها التیمیت نکته یادتون باشه، از این بازیکن استفاده کنید خیلی کمک میکنه که این حرکت دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر اجرا کنید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. لایک، شیر، ساب اصلا یادتون نره که باعث دلگرمی من هستش. توی کامنت ها حتما بریم بگین که این مدل تکنیکی بهتون یادم جواب داد یا نه، و اینکه یه ویدیو هم قبلا براتون درست کردم، این بالا لینکش رو حتما براتون میذارم، آموزش گیتچه پاور شات بودش، حتما برید ببینید، خیلی کمکتون میکنم چون که اکثر توپایی که میزنید هم دروازه گل بشه. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی بدرود.